شما مثلا اگر اخلاقتان رو محاسبه بکنیم، یکی اخلاقی است که انسان با اخلاق خوب ما شما کی نمیم که برای کس ضررش نمیرسه. او را ما میم که ای بسیار آدمه چی هسته؟ برای هیچ کس ضررش نمیرسه. این میگه بسیار خوب آدم است. باز اگر کسی بگه که ضررش نمیرسه، لکه میگه نه فلان از یام کده خوب آدم است، اخلاقش بلند است. چرا؟ میگه ضررش هم برای دیگران نمیرسه، در پالوی ازی منفعتش هم برای مردم میرسه. آه میگه این رتبه چی است؟ از نگاه اخلاقی این بلندتر است. اما باز ازی که در رتبه بلند اخلاق کدام یکی است؟ که وقتی تو برای عوام ناز ضررت نمیرسه و برش نفت هم میرسه، لکن عالی‌ترین مرحله اخلاقی است که یک نفری که بر تو ضرر برسانه، تو بر تو ضرر، او بر تو ضرر برسانه ولی تو باز برش ضرر نرسه. ای که مثلا یک نفری که همسایت است، عادی است، بر تو برش ضرر نمیرسانه، خوب آدم هستی. یک مرحله شد. مرحله بلندترش این است که در پالوی که ضرر نمیرسانی برش منفعت هم میرسانی. اما مرحله سومش چی است؟ که تو بر از او وقتی که او ضرر میرسانه، تو برش ضرر نمیرسانی، او بر تو مزریت میکنه، تو در مقابلش صبر میکنی و حوصله میکنی. این مرحله بلندتر اخلاق است. لکن عالی ترین اخلاق چی هست؟ که یک نفره بر تو ضرر میرسانه و بدبین تو هست و برای از بین بردن تو کار میکنه، تو در غیاب از او برای خوبی از او، برای اصلاح از او کار میکنی. اینی بود اخلاق رسول الله صلی الله علیه و سلم. که دیگرها میخواستن که رسول الله صلی الله علیه و سلم برنامه برای قتلش میساختن، برنامه برای از بین بردنش میساختن، لکن رسول الله صلی الله علیه و سلم برنامه برای چی میساخت؟ برای هدایت از اینا، برای اصلاح از اینا، برای چی از اینا. از این خاطر در بسیاری حالات سختی که شما ببینید که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حالت قرار میگیره که بسیار سخت میباشه، لکن اون موجه هست که رحمت رسول الله صلی الله علیه و سلم بینمی است که جانب مقابله. حتی ابو سفیان بعد از چندین ساله که خانه پیغمبر خراب میکنه و خود مثلا بر از اینا چی کارایی نمیکنه و چی جنگایی نمیکنه و رهبر قریشی ها بود دیگه، چیز ظلمایی که در قسمت بالاخره اون مهاجر میسازه، لکن روزی که امرایش ملاقات میکنه، اما ابو سفیان که میای پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم منتظر ازی است که شاید آل برما چی کنن، یک چند گپ بسیار زشت بگه، لکن در لحظه هم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ابو سفیان چی میگه؟ برش میگه که اما انا لک ان تشهد ان لا اله الا الله. یعنی تصور بکنین دو تا رهبرا هستن، یک رهبری که 20 سال ظلم کرده و در مقابل از این رهبر دیگه که به همراه 10,000 لشکر خود آمده و قمانداران قوی قوی داره و مجاهدای بسیار زبردست داره، و این رهبر امطر ذلیل می تامش می پیش ری عزیز استاد میشه. اینال چی تصور میکنه که این نفر که 20 سال از این ظلم دیده، حداقل یک چند دشنام و یک چند بیابش و یک چند سیلی کشش میکنه باز باد ازو. لکن دمی هم لحظه که است رسول الله صلی الله علیه و سلم خم میباشه، ابو سفیان منتظر است که چی حالا چی گپایی برای من بگن. دمی لحظه برش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که اما انا لک ان تشهد ان لا اله الا الله. آیا وقت از این نرسیده که تو بگی که شهادت بیتی الله لا اله الا الله؟ ابو سفیان میگه اشهد و الله اله. و ما می شکل است اینی است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چی است؟ و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین.